ه سلام اتجان امیدوارم حالتون خوب باشه و خوشامدید به درس هفتم تخته شما توی این درس میخوایم بینیم سراغ یک عالم عبارت و جمله فوق فوقالعاده پرکاربرد که به درخواست شما و به انتخاب و صلیقه شما انتخاب شدن اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه بر نفعی خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینید لذت منید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید خب بچه همونطوری که میدونین ما اول میریم سراغ جملات درخواستی شما روی فایل پی دی اف بهتون نشون میدیم و دونه دونه میاییم. سراغش امروز میخوایم روی 10 تا جمله فوق جمله یا عبارت خیلی خوب با هم کار بکنیم که توی دو تا تخته بهتون توضیحشون میدم بریم اول سراغ سوالاتتون و بعد برگردیم روی تخته دونه دونه با همدیگه بررسیشون بکنیم خب بریم سراغ ده تا جمله امروز اولین سوال درود میسم میشه من اه این آها آه یه سوالی پرسیده بودم بعد زده بودن که این به معنی گند زدم هست حالا اگه بخوام بگم که دست گل آب دادم تو انگلیسی چی میشه کلا سوالشونه که گند زدم و یا دست گل آب دادم به انگلیسی چی میشه سوال دوم سلام میسا جان متشکرم بابت تدریس آرتون مرسی از شما و محبتتون معادل جمله لباس تو بذار سر جاش یا لباس تنگ عوضش کن چی میشه سوال سوم راستی میسا کیلو چند فلان چی چجوری بگیم یعنی فلان چیز کیلویی چند منظورشون این بوده حالا مثلا تو میوه فروشی یا سوپرمارکت سوال چهارم میسا جون جمله یه ترجیح میدم کارم خودم انجام بدم چی میشه پنجمین سوال آمریکایی اگه بخوام بگن دیگه چی شده یا باز چی شده چی میگن جمله ششم کدوم دانشگاه قبول شدی؟ آزمون ورودی فلان دانشگاه چطور بود؟ زمان انتخاب واحد که این سال خیلی خوبه بچه ها. حالا من خودم یه چیزی رو بهش اضافه میکنم زمانی که دیدین حذف و اضافه اونم بهتون میگم نپرسم ولی من بهتون اضافهش میکنم جمله هفتم میسا مرسی سر نخ پیدا کردن چی میشه اولا که خواهش میکنم مرسی از محبتتون و میریم سراغ سر نخ پیدا کردن با همدیگه کارش میکنیم یه سوال داشتم از عمد نبود چی میشه یا و اینکه به هم بگین لباس تو برعکس وارونه پوشیدی چی میشه مرسی از ویدیوهای خوبتون مرسی از شما از انرژی خوبتون نهمین سوال درود میسا من یه دفعه این فرمال صحبت میخواست یه دفعه این فرمال میخواستم صحبت بکنم و میخواستم به دوستم بگم که چاپلوسی صاحب کارتو نکن نمیدونستم چی بهش بگم بهش پس کردن ایزن. وای خیلی عالی بود اگه اینو هم بگید ممنون میشم حتما پس چابلوزی کردن رو ببینیم چی میشه و آخرین جمله درود خوب هستین مرسی شما خوبین پلهای های پشت سرتو خراب کردی در محاوره چی میشه خب بریم سراغ اولین سال اولین سوالشون این بود که گند زدن یا دست گل به آب دادن چی میشه بله گند زدن و دست گل به آب دادن دو تا فریزال ورب داره که جفتش هم به یه معنی هستش در زبان انگلیسی mess up screw up for example i messed up i'm sorry من گنگ زدم ببخشید معذرت میخوام messed up این گذشته است i messed up i'm sorry yeah i really messed up on the second question on the test i really messed up on the second question on the test من واقعا دومین سوال توی امتحانمو گنگ زدم i really messed up on the second question دومین سواله امتحانم رو گن زدم I screwed up. Please forgive me. I screwed up. Please forgive me. من گن زدم. لطفا منو ببخش. To screw up. مثل تو مس... توی به معنی گن زدن هستش و مثل to mess up هستش. To screw up. To mess up. Both phrasal verbs mean گن زدن. You really screwed up this time. تو دیگه واقعا این بار گن زدی You really screwed up this time پس مسا screw up جفتش یعنی گن زدن خود این کسی که این سوال پرسیده بودن از عبارت مسا استفاده کرده بودن کاملا درسته I just messed it up من واقعا گن زدم I just messed it up mess it up واقعا گن زدم بریم سراغ سوال دوم بذارش سر جاش put it back again put it back again بخوام بچسبونم بچه ببینید این کانسننت این وول هستش میچسبه بخوام put it put it back again بذار سرجاش put your clothes back again لباساتو بذار سرجاش حالا میخوام میگم شلوار تنگ عوضش کن با یه سایز بزرگتر چجوری میگم your pants are so tight exchange it with a bigger size exchange it عوضش کن exchange it with a bigger size البته الان اینجا چون پنس آوردم بعد بگم exchange them with a bigger size خب پس your pants are so tight exchange them with a bigger size چرا them آوردم به خاطر پنس چون جمعه و این برمیگرده به این میخوام بگم لباس تنگه لباس مثلا مهمونی your dress is so tight exchange it with a bigger size با یه سایز بزرگتر عوضش بکن خب بریم سراغ جمله سوم یک کیلوگرم از فلان چیز چقدر یک کیلوگرم از فلان چیز نگاه کنید how much is a kilogram of this mexican meat for example یک کیلوگرم از این گوشت مکزیکی چنده how much is a kilogram of this mexican meat یک کیلوگرم از این گوشت چیز شی How much is a kilogram of something of something به جای این هر چیزی میتونیم بذاریم How much is a kilogram of this apple یا How much is it per kilogram How much is it per kilogram یک کیلو چقدره How much is it per kilogram بچه ها per kilogram یعنی به ازای یک کیلوگرم. Per پوند uh, مثلا به ازای یک پوند خب پس پر یعنی یک پر کیلوگرم یک کیلوگرم پر پوند یک پوند How much is it per kilogram? هر یک کیلوش چقدره؟ جمله البته این دوتا یکی بود بچه‌ها من شماره اضافه گذاشتم برای این این دوتا یکی بود بریم سراق جمله پنجمی که پرسیده بودن یا میشه چهارم حالا شماره زیاد مهم من ترجیح میدم خودم انجامش بدم. I prefer to do it on my own. I prefer to do it on my own. Or I pre prefer to do it by myself. پس چه بگم on my own. چه بگم by myself درسته این دوتا رو بچه ها گفتم بهتون تو تخته شما اول اول درس نه نا مگه نایدین بازم برمیدین گفتم تفاوت آنچنانی با خود با هم دیگه ندارن So I prefer to do it on my own یه نکته بگم بچه ها prefer هم میتونه بعدش uh, verb plus ing بیاد هم میتونه to plus base form of verb بیاد پس چه بگم prefer to do prefer to do something چه بگم prefer doing something جفتشم درسته ولی کدوم متداول تره کدوم کامنتره to do okay? I prefer to do و اینجا هم دقت کنیم بچه ها باز تو درسه خیلی قبل بهتون گفته بودم که ما وقتی میخوایم سریع ساعت کنیم چه جوری ساوند و واو ساوند ها رو ردیوس میکنیم I prefer to do. اصلا انگار این تو شنیده نمیشه انگار ده. انگار شوا شنیده میشه این وول I prefer to do. میبینی؟ خب بریم سراغ بعدی دوباره چی شده؟ What's wrong again? What's wrong again? دوباره چی شده؟ What's wrong again? یا دیگه چیه؟ What's it again? What's that again? What's it again? What's that again? مثلا پسرتون یا بچهتون از مدرسه میاد خونه Oh my god, what's wrong again? Oh, دوباره چی شده شما ازش میپرسید. Oh, what's it again? دوباره چیه؟ مشکل چیه؟ خب بریم سراغ جمله بعدی که خیلی خوبه جملات بعدی میخوایم راجع به دانشگاه بپرسیم از کجا قبول کدوم دانشگاه قبول شدی کدوم دانشگاه اق... مثلا پذیرش گرفتی کدوم دانشگاه اقدام کردی زمان حذف اضافه که بریم سراغش اولین جمله که من نوشتم میخوام بگم که کدوم دانشگاه قبول شدی کدوم دانشگاه which university which university قبول شدی نها کنین به صورت present perfect استفادهش میخوام حال کامل و چون سوالیه نگاه کنین which university have you been accepted into which university have you been accepted into which university have you been accepted into دقت کنین جمله هایی که preposition دارن preposition حرف یعنی حرف از همون آخر سوال میاد حالا میخوام بگم که از کدوم دانشگاه چیز گرفتی um, پذیرش گرفتی پس این in accepted into میخوام بگم uh, پذیرش کدوم دانشگاه رو گرفتی which college did you get or have you got the admission from چه بگم did you get چه بگم have you got both are correct جفتش هم درسته پس which college did you get the admission from از کدوم کالج ادمیشن گرفتی I got the admission from York University, Mas. I got the admission from Seneca College. Or I've been accepted into University of Toronto, Mas.. I've been accepted into York University. I've got, or i got the admission from um, Humber College, Masada.. ورودیش چجوری بود how was the entrance exam how was the entrance exam بچه ها uh, entrance exam میشه امتحان ورودی گاهی اوقات admission exam هم میگن how was the admission exam or how was the entrance exam یعنی امتحان پذیرفتنش چجوری بود پس میتونم بگم entrance or admission exam جفتش هم درسته خب زمانه انتخاب واحد کیه بچه ها انتخاب واحد رو بخوایم بگیم یه جوری همون ثبت نامه برای هر سیزن معمولا ما ثبت نام میکنیم دیگه یا هر حالا واحدی که ثبت نام میکنین میتونیم بگین When's the course registration and timetables When is the course registration and timetable بگیم بهتره So when's the course registration and timetable زمانه تایم uh, تیبل وقتی میگم یعنی زمان واحد یعنی ز همون زمان انتخاب واحد و رجیستریشن یعنی همون ثبت نام بچا وقتی میگین توی یه کورسی رجیستر میکنی یعنی اون کورس رو برش میدارین یا اون واحد رو برش میدارین when the course registration and timetable زمان ثبت نام و انتخاب واحد کیه پس کورس registration and timetable course registration and timetable time when's the deadline for course registration and uh, for course registration بگیم بهتره when is the deadline for course registration deadline انزمن uh, انتخاب واحد کیه Okay. حالا uh, بهتون توی اون PDF که داشتم میخوندم گفتم میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم uh, زمان um, هز و اضافه که یا هزد واحد که بچه ها کردن میشه drop کردن drop یعنی انداختن نگه. یعنی رو بندازی و اضافه کردن یعنی اد کردن خب میتونیم میگیم که آخرین روز هزد که when's the last day to drop courses when's the last day to drop courses when's the last day to add اضافه کردن courses when's the last day to drop and add courses آخرین روز هست و اضافه چیه drop and add when is the last day to drop and add courses uh, or when is the deadline to drop and add courses آخرین روز هست و اضافه کیه؟ okay. خب این از این و بریم با آخرین جمله های پنج و جمله دیگه مونده برگردیم با هم Okay guys now let's go through the second word. میخوام میگم سرنخی پیدا کردی بچه سرنخ میشه clue جمعش میشه کلوز سو so, میخوام بگم که سرنخی پیدا کردی Have you got any clues? سرنخی پیدا کردی Or I've got some clues یه سرنخهایی پیدا کردم I've got some clues یا میتونیم بگین مثلا در این روی یه چیزی کار میکنی یه دنبال سرنخی بعد میای دوستت میخوای بپرسی سرنخی پیدا کردی هم میتونی اینو بپرسی هم میتونی بگی Any clues yet? هنوز سرنخی پیدا کردی Any clues yet? any yet? هنوز سرنخی پیدا کردی؟ خب حالا بعدی بچه خیلی مهمه از قصد به انگلیسی میشه on purpose یعنی یک عبارتی که به شدت پر کار برده on purpose هستش to do something on purpose یعنی از قصد یه کاری رو انجام دادن حالا اگر جمله رو منفی کنم یعنی فعلش رو منفی کنم ام از قصد انجام ندادن میشه دیگه نگاه کنین I honestly didn't do it on purpose I honestly didn't do it on purpose من صادقانه اونو امدن انجام ندادم didn't do it منفیه I honestly didn't do it on purpose on purpose پس بچه ها پر کار برد حالا نگاه کنین جمله بعدی و. It wasn't on purpose دوباره فعلا منفی اومده It wasn't on purpose از قصد نبود It wasn't intentional Intentional از قصد نبود از ام نبود It wasn't deliberate It wasn't deliberate از قصد پس بچه on purpose Intentional and deliberate هر ستا شنی از قصد It wasn't on purpose It wasn't intentional It wasn't deliberate Okay خب بریم سراغ ایشون که سوال هشتم پرسیدن دو تا سوال پرسیدن. پرسیده بودن یکی این بود یکی این بود که میخوام میگم لباس تو برعکس پوشیده این فکر کنم 300 امین باریه که من دارم اینو میگم ولی خیلی پرکارورده your shirt is inside out your shirt is inside out بودی تو برعکس پوشیدی your uh, t-shirt is inside out t تو برعکس پوشیدی پس inside out جمله نهم عجب پاچخاری هستی such an apple polisher you are بچه اپل پالیشر اپل پالیشر یعنی کسی که پاچه خاره اپل پالیشر اپل پالیشر such an apple polisher you are این چرا اینو میگم اپل پالیشر یعنی مثلا رئیست میگه سیب, سیب بده به هم سیب و اینجوری براش با لباس تمیز میکنی بعد میدی بهش بخوره یعنی چی؟ یعنی نمیگی بفرمایی این سیب یه براش تمیز میکنی بعد بهش واسه همین مثلا میگن اپل پالیشر so such an apple polisher you are بعضی وقت بچا جای اینو تا رو عوض میکنم یعنی به جای اینکه که بگم you're such an apple polisher به جاش میگم such an apple polisher you are دارم تکیدش رو بیشتر میکنم such an apple polisher you are برعکس گذاشتم اینو اینو جا به حالا بچه عبارت بعدی ممکنه زیاد شینده نشه ممکنه زیاد شینده بشه ولی اپل پادشا رو دیگه همه میدونن به سه مدل هم نوشته میشه فلانکی 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 سه مدل نوشته میشه فرقی نداره بچا فانکی از ا پرسن هو از ام هو از اول تاایم او بیینگ ادری پیپل اور سام تایمز فانکی مینز ا پرسن هو داز بورینگ جاب ات ورک But mainly, flunky is a person who is all the time obeying another person. وقتی که یکی همش داره از یکی دیگه اطاعت میکنه. و یه معنی دیگه شم که الان بهتون گفتم به این معنی که بعضی وقت کار بورینگ انجام دادن تو شرکت مثلا فقط میشینه چه میدونم پای کامپیوتر هیچ کار دیگه ای نمیکنه مثلا ولی بستگی داره من نمیدونم دقیقا اینو بگین همه بفهمن یا نه یه حالت سلنگتور داره ممکنه یه سری جاها بفهمن سری نه, نه ولی تو امریکن انگلیش استفاده میشه فلانکی ولی اپل پالیشر یعنی کلا دیگه همه هم میفهمن یا مثلا به دوست میگی فلانکی یعنی چی یعنی تو از اینایی که همش خدمت میکنی به کسی یور تامز فلانکی تو اپل اپل تامی تو پاچخار تامی یور تامز فلانکی بعضی جاها هم یه سری معنی دیگه میده ولی اینجا به اون معنی که شما از خواسته بودیم و پل پشت سر رو خراب کردی عینن همون چیزی که تو فارسی میگیم و تو انگلیسی میگیم به جای خراب کردن از سوزوندن استفاده میکنیم You burned all the bridges behind you behind you پشت سرت burn sözüyle you burned all the bridges behind you there is no turning back hiç هم back you just burn all the bridges behind you burned گذشتش هم به این صورت نوشته میشه هم burn نوشته میشه جفتش درسته چه بگم burned چه بگم برند جفتش هم درسته you burned all the bridges behind you, you این هم از درس هفتم تخته شما بچه من خودم واقعا درس تخته شما رو دوست دارم به خاطر اینکه یکی از راههایی که شما میتونید انگلیسیتون رو قوی بکنی یا کلا تو هر زمینه قوی بشین ریاضی فیزیک انگلیسی هرچی فرق میکنه اینه که به ساله بقیه گوش بدین و از ساله بقیه استفاده کنین مسلما سوالایی که اونا میپرسن یکیش یا دو تا شما هم هست یا شاید به این نکته های اشاره کنن که شما تا راه بهش فکر نکردین واسه همین من خیلی خیلی خیلی, خیلی فکر که تخته شما مفیده و به همین علت لطفا عبارت ها و جمله هایی که براتون سال هستش تو روزمره مثلا یهو میری بیرون همیشه بهتون میگم انگلیسی فکر کنید مثلا داری خرید میکنی فکر کن اگه بخوام انگلیسی رو بگم چه جوری بگم داری میری کفش بخری داری میری مثلا اونجا بود راجبه به یکی دو گرمش چقدر گوش بخری به عبارت های معادل انگلیسیش فکر کنید اگر دیدین چیزی تو ذهنتون نمیاد بیاین اینجا بپرسین با همدیگه کار میکنیم یادش بگیریم چی از این بهتر امیدوارم که لذت برده باشین عکس عکس که عکس تخته البته عکس تخته و فایل پی دی هم رو که با هم کار کردیم تو چنل تلگراممون هست میتونین دانلود بکنین پرینتش بکنین و ازش استفاده بکنین سوالاتونو این پایین حتما ما بهش بذارین till another شما love you guys so much take care see you soon bye bye